طرفداران خاورمیانه یه فیلم هابیت نبرد پنج ارتش از اکران اولیه این فیلم در لندن در روز دوشنبه اول دسامبر استقبال زیادی کردند. پیتر جکسون که با فیلم‌های ارباب حلقه‌ها اولین بار یک اثر تولکین را به روی پرده سینما برده بود، ابتدا در نظر داشت که دو فیلم از هابیت بسازد، ولی او در نهایت مواد کافی برای ساختن سه فیلم از آن را پیدا کرد. او میگوید یک تعطیلات نمیدانم، من به یک استراحت طولانی تر میروم و فکر میکنم اولین بار بعد از 15 سال است که میتوانم بنشینم و پایم را دراز کنم. شاید رفتن به سواحل فیجی خوب باشد، اینطور نیست؟ باید دلپسند باشد. فیلم هابیت نبرد پنج ارتش، هابیت بیلبو بگینز را نشان میدهد که در تلاش با گندالف جادوگر و 13 کوتوله میخواهند گنجی عظیم که توسط اسمگ اژدها در تکوه نگهداری می شود را بیابند، جایی که قدیم محل سلطنت کوتوله ها بوده است. این فیلم همچنین صحنه رویارویی عظیم بین ارتش اورک ها و اتحاد شکننده اورک ها، مردان و کوتوله هاست. مارتین فریمن که نقش بیلبو را ایفا می کند می گوید که احساس می کند هابیت که تنها یک کتاب است در نهایت به عنوان یک فیلم سگانه شکل گرفت و این تصمیم جکسون قانع کننده بود. او در مورد فشار کار می گوید من فکر می کنم شما فشار را برای هر کاری احساس می کنید چرا که می خواهید کار درست انجام شود، اما آنچه در مورد انجام این کار دلپذیر بود این بود که شما فشار خارج را احساس نمی کردید. حداقل من هیچ فشار خارجی را در مورد این شخصیت احساس نکردم. ایان مک‌گلن که به عنوان گندالف در تمام شش فیلم پیتر جکسون در میانه زمین ایفای نقش می‌کند میگوید برای او این داستان تمام نشده است. ما ارباب حلقه‌ها را قبل از تولد این افراد می‌ساختیم. این نشانه خوبی است. اینطور نیست، چرا که حالا بچه‌های اینها می‌روند فیلم را می‌بینند و این هم پایان کار نخواهد بود. فیلم‌ها حالا حالا‌ها باقی می‌مانند و بارها دیده می‌شوند. دیگر بازیگران فیلم بندیکت کامبربچ در نقش اسمگ اژدها و ایوانجلین ویلی در نقش الف توریل هستند. فیلم هابیت نبرد پنج ارتش این ماه در سرتاسر جهان اکران می شود. You have but one question to answer. How shall this day end?